اشرف غنی: اعلام میکنم که داعش را ختم کردیم. دوستان عزیز سلام، باز هم به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. لطفاً تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید و چنل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. با گزارش رادیو آزادی، حکومت افغانستان اعلام کرده که گروه دولت اسلامی یعنی داعش در ننگرهار در شرق افغانستان از بین رفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور روز سه‌شنبه 28 عقرب در سفر به ولایت ننگرهار در همایش از نیروهای امنیتی و دفاعی و همچنین نیروهای خیزش مردمی ستایش کرد. او گفت که در نتیجه عملیات‌ها این نیروها داعش در این ولایت از بین رفته است. آقای غنی گفت چیزی که توسط بمب‌های بزرگ، عملیات‌های کماندو و حملات هوایی نشد، شما امروز آن را با تدبیر عملی کردید. یک سال پیش هیچ کسی گفته نمی‌توانست که امروز ما جمع می‌شویم، خدا را شکرگزاریم و اعلام می‌کنیم که داعش را ختم کرده‌ایم. این در حالی است که دو روز پیش شاه محمود میاخیل والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که تا حال 625 عضو گروه داعش به دولت تسلیم شدند که شامل 400 زن و کودک و 225 جنگجوی این گروه می شود. به گفته مقامات ننگرهار، افراد تسلیم شده گروه داعش شامل اتباعی پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران، آذربایجان، قزاقستان و مالدیف می باشند. گروه دولت اسلامی یا داعش نزدیک به 4 سال پیش فعالیت خود را از ولسوالی‌های شینواری ننگرهار آغاز کرد. با گفته منابع نهادهای امنیتی افغانستان، این گروه در آغاز تلفات و خسارات بر مردم ولسوالی‌های هسکی مینه، دوربابا، اچین و کوت وارد کرد. هرچند حدود 3 سال پیش نیروهای آمریکایی بزرگترین بم غیر هسته‌ای را در ولسوالی اچین ننگرهار بر موازی افراد داعش ریختند، اما با آن هم این گروه به فعالیت‌هایش ادامه داد. این گروه در کابل و ننگرهار به دست داشتن در حملات خونین متهم است. در این حملات علاوه بر نیروهای افغان، به غیر نظامیان نیز آسیب وارد شده است. این گروه در ولسوالی اچین برخی بزرگان قومی را با انفجار بم از بین برد و همچنین در حمله های انتحاری و کشتار هدفمند در شهر جلال آباد متهم است. این گروه همچنین مسئولیت برخی حملات خونین در مناطق شیعه‌نشین کابل را بر عهده گرفته است که در این حمله ها بیشتر غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. سرنوشت داعشیان تسلیم شده. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه در ننگرهار گفت با کودکان و زنان اعضای گروه داعش مطابق فرهنگ اسلامی و افغانی برخورد خواهند شد. آقای غنی گفت با خانواده های اعضای تسلیم شده داعش با تفکیک اعضای داخلی و خارجی آن برخورد خواهد شد. او درباره زنان و کودکان اعضای داعش خیبر پختونخوا گفت این زنان و کودکان به پاکستان نه بل به بستگان آنها تحویل داده خواهند شد. رئیس جمهوری افغانستان گفت من می خواهم که با زنان و کودکان داعشیان تسلیم شده برخورد افغانی و اسلامی شود. طریقش را شما با دیگر اقوام اگر از وزیرستان هستند و یا خیبر تنظیم کنید. من آنها را به پاکستان نمی سپارم، بلکه به خانواده هایشان تحویل می دهم. در قسمت جنگجویان شما فیصله کنید و من آن را تایید می کنم. در همین حال دفتر شورای امنیت ملی افغانستان می گوید برای بررسی اعضای تسلیم شده داعش هیئت تعیین شده تا درباره هر یک از آنها تحقیق کند. کبیر حقمل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی به رادیو آزادی گفت تا حال مشخص نیست که اعضای تسلیم شده داعش به زندان می روند و یا آزاد می شوند. اما او می گوید اگر قرار باشد که اعضای خارجی داعش به کشورهای خود
فرستاده شوند در این باره بحث خواهد شد که بر اساس کدام اصول دیپلماتیک فرستاده شوند. آقای حقمل گفت من فکر میکنم که حالا وقت آن نرسیده که در این باره ابراز نظر کنیم. طوری نیست که به حساب آزاد شوند، بلکه در این باره مطالعه عمیق صورت میگیرد و در روشنایی قوانین افغانستان با آنها برخورد صورت خواهد گرفت. او گفت پس از بررسی مشخص خواهد شد که در میان اعضای تسلیم شده داعش چه تعداد داخلی و چه تعداد خارجی هستند. حقمل می افزاید که روند تسلیم شدن افراد داعش به حکومت ادامه دارد و ممکن است شمار آنها به بیش از 1000 تن برسد. پس از ننگرهار، نگرانی ها از فعالیت داعش در کنر. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان می گوید این گروه در افغانستان شکست خورده، اما هنوز هم به عنوان یک خطر باقی است. به گفته کبیر حقمل، عملیات سرکوب داعش هنوز هم ادامه دارد و مهمترین این است که کمک های خارجی به این گروه متوقف شود. اگرچه حکومت افغانستان از شکست داعش در ننگرهار خبر می دهد، اما برخی اعضای ولسی جرگه می گویند که این گروه حالا در برخی مناطق کنر فعالیت های خود را آغاز کرده است. نعمت الله کریاب، عضو ولسی جرگه، به رادیو آزادی گفت که فعالیت گروه دولت اسلامی در ولسوالی های دره پیچ، مانوگای و نورگل نگرانی های را به میان آورده است. آقای کریاب افزود افراد این گروه از چند ماه به این سو در دره پیچ، مانوگای، چپدره، نورگل و مزاردره و برخی ساحات دیگر فعالیت دارند و عملا جنگ میکنند. طبیعی است که در جایی که بر آنها فشار میآید به جای دیگری میروند. این عضو مجلس گفت میان ننگرهار و کنر به سادگی رفت آمد میکنند. گفته می توانم که داعش در شرق افغانستان به گونه کامل از بین نرفته است. آقای کریاب می گوید اگر حکومت داعش را همین حالا در کنر نابود نکند، در آینده این امر دشوار خواهد بود. عبدالستار میرزکوال، ولی کنر، حضور داعش در برخی مناطق این ولایت را تایید می کند. او می گوید نیروهای امنیتی و دفاعی اجازه نخواهند داد که این گروه برای خود پایگاه ایجاد کند. ولی کنر گفت طوری که این گروه در ننگرهار در حال ختم شدن است، ما هم تلاش می کنیم به این گروه در کنر ضربه وارد کنیم. به زودی عملیات برای سرکوب این گروه راه اندازی خواهد شد. اما نعمت الله کریاب، عضو ولسی جرگه، می گوید کنر نسبت به ننگرهار برای ایجاد مرکز داعش بیشتر مساحت است و حکومت باید از همین حالا عملیات را برای سرکوب این گروه آغاز کند. وی می گوید اگر داعش در مناطق کوهستانی کنر جا به جا شود، از بین بردن این گروه کار دشوار خواهد بود. در همین حال اشرف غنی در سفرش به ننگرهار گفته است می خواهم به شما هم مبارکی بدهم و هم بگویم که شما فرمول را در پیش گرفته اید که در آن بقای افغانستان است و آن همین است که مردم بر اساس تحلیل دقیق امنیتی با نیروهای امنیتی و اداره ملکی همکاری کند و با اتفاق هر چیز را ممکن سازد. در همین حال آقای غنی بر توجه به آن اعضای داعش که با خانواده هایشان به نیروهای امنیتی در ننگرهار تسلیم شدند تاکید می‌ورزد. رئیس جمهور گفت خواست من همین است جناب والی صاحب که هر چیز زودتر با بزرگان صحبت کنید تا با زنان و کودکان برخورد افغانی و اسلامی شود و زمینه انتقالشان را چی به وزیرستان باشد چی به خیبر خودتان فراهم سازید. من آنان را به پاکستان نمی‌دهم. مقام های محلی ننگرهار نیز نقش نیروهای خیزش های مردمی را در رویارویی با جنگجویان گروه داعش در ننگرهار می ستایند. شاه محمود میاخیل، والی ننگرهار، در این باره گفت هدفی که با بمب های بسیار نهایی نشد، با نیروهای بسیار نهایی نشد، با همکاری نیروی ما و مردم به آن رسیدیم و این بخش کشور امن شد. احمد علی حضرت، رئیس شورای ولایتی ننگرهار، میگوید آرزو این است که در جاهایی که خیزش های مردمی است محلی است باید دیگر هم تقویه شود.
دوستان عزیز، سپاس از این که تا پایین این ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً برای ویدیوهای مهم و تازه چنل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. همچنان ما منتظر پیشنهادات شما جهت بهبود برنامه‌های ما هستیم.